اشکان صفایی از اورشلیم همراه ماست. ابتدا بیشتر برای ما از جزئیات صحبت‌هایی که اسموتریش مطرح کرده درباره این برنامه‌ای که جمهوری اسلامی در نظر داره برای حمله به اسرائیل بگو. خب این اولین باری هست که ما در واقع همچین صحبتی رو از همچین برنامه از در جمهوری اسلامی میشنویم که مقامات اسرائیلی بیان میکنن. تا الان هرچه مقامات اسرائیلی میگفتن معمولاً در مورد برنامه اتمی جمهوری اسلامی بود، اما این بار اسموتریچ در این صحبت‌هایی که دیروز در یک سخنرانی در کنفرانسی که روزنامه مکوریشون در اسرائیل برگزار کرده بود بیان کرد، گفت که اتفاقا جمهوری اسلامی برنامه ای داره مدون برای اینکه اسرائیل رو از طریق متعارف نابود کنه. او گفت که جمهوری اسلامی در این برنامهش نیست که لزوما از سلاح اتمی استفاده کنه، اما سلاح اتمی رو میخواد برای اینکه بقای خودش رو تضمین بکنه. وزیر دارایی اسرائیل که باید گفت که از یک حزب راستگرای افراطی هم هست توضیح داد که از نظر او این برنامه جمهوری اسلامی چه هست. او گفت که جمهوری اسلامی در این برنامه قصد داره در مرحله اول، در همون دقایق اول، ده ها هزار به گفته او موشک و راکت رو از مناطق مختلفی در خاورمیانه، چه از خود ایران و چه از کشورهای دیگری که در سالهای گذشته تهران در اون در واقع پایگاه ساخته، حالا عراق، سوریه، لبنان، نوار غزه یا یمن، به سوی اسرائیل شلیک کنه و همزمان یا کمی بعد از اون هم اقدام زمینی رو آغاز کنه که به گفته اسموتریچ این اقدام زمینی هم خودش دو بخش داره، یکی از خارج از آنچه حالا مرزهای اسرائیل شناخته میشه، یعنی از لبنان مثلا یا از نوار غزه، و از اون طرف هم در واقع در داخل اسرائیل که منظورش کرانه باختری بود. اسموتریچ گفت اسرائیل هم باید واکنشی به این موضوع داشته باشه. به گفته اسموتریچ در مرحله اول برنامه اسرائیل برای خونسا کردن این برنامه جمهوری اسلامی باید این باشه که رژیم جمهوری اسلامی نابود بشه، و گفت همزمان و در کنار اون هم اسرائیل باید تمام تلاش خودش رو بکنه برای خونسا کردن نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی. به صورت مشخص هم از دو نیرو نام برد، یعنی حماس در نوار غزه و حزب الله در لبنان. طرف خبرها و گزارش‌هایی هم منتشر شده از ادامه درگیری و زد و خورد بین اسرائیل و حزب الله، آخرین ها رو به ما بگو. خب همین تقریبا 35 دقیقه پیش بود که بار دیگه آژیر خطر شلیک راکت در شماری از شهرهای اسرائیل به صدا در اومد. حالا تا چند دقیقه پیش که من چک میکردم هنوز گزارشی منتشر نشده از خسارات یا تلفات احتمالی این حمله حزب الله، اما همونطوری که در مقدمه خبرها هم گفتی دیروز هم حزب الله لبنان در چندین مرحله با پهپاد و همچنین با موشک‌های ضد تانک عمدتاً به مناطق مختلفی در شمال اسرائیل حمله کرد. در یک مورد از اون که بعد از ظهر دیروز اتفاق افتاد، شب در واقع ارتش اسرائیل اعلام کرد که یکی از این پهپادهای انتحاری که ارتش موفق نشده اون رو رهگیری بکنه موجب زخمی شدن 18 سرباز اسرائیلی شده در منطقه شمالی بلندی‌های جولان. ارتش اسرائیل گفته که جراحت یکی از این سربازان زخمی وخیم هست، اما باقی اونها شرایط خوبی دارن و جراحتشون چندان شدید نیست. از اون طرف باید گفت که اسرائیل هم همچنان به حملات خودش در لبنان ادامه داده، و در این میان باید گفت که تلویزیون المیادین وابسته به حزب الله لبنان میگه که کمیته هماهنگی مقاومت عراق که در واقع مجموعه هست از نیروهای شبه نظامی شیعه نزدیک به جمهوری اسلامی در این کشور تهدید کرده که اگر جنگ بین اسرائیل و حزب الله لبنان گسترش پیدا بکنه شبه نظامیان عراقی هم حملات خودشون رو به اسرائیل افزایش میدن. این کمیته همچنین تهدید هم کرده که اگر چنین شرایطی پیش بیاد تمام نیروهای نظامی آمریکایی در منطقه و همچنین پایگاه‌های اونها چه در عراق چه در نقاط دیگر خاورمیانه هم هدف مشروع به حساب میان. متشکرم از توضیحاتت. اشکان صفایی همکارم که از اورشلیم با ما بودی.